کاهش بهای دلار در برابر افغانی و افزایش قیمت خاروبار در بازارهای کشور شمار از پایتخت نشینان میگویند با آنکه بهای دلار در برابر افغانی در ماهای پسین کاهش یافته اما بهای خاروبار بلند شده است این باشندگان میگویند که از یک سو چالش های اقتصادی و سوی دیگر افزایش بهای مواد خوراکی و سوختی آنان را با مشکلات جدی روبرو ساخته است و از امارت اسلامی میخواهند که در این زمینه توجه جدی کند در محور امشب میپرسم چی چیز باعث شده تا دلار آمریکایی ارزش خود را در برابر افغانی از دست دهد و چرا با آنکه بهای دلار در برابر افغانی کاهش یافته قیمت خاروبار در بازارهای کشور افزایش یافته است من رازخیار هستم و مهمانانم بر بحث بیشتر این موضوع آقایان عبدالجبار صافی رئیس اتحادی صنعتکاران افغانستان و نعمت الله بارگزای نماینده شهرداری کابل اینجا در استیدیو با من حضور دارند و سیر قریشی آگاه مسائل اقتصادی و بانکداری هم تا لحظات بعد در برنامه با ما خواهند پیوست بسیار خوش آمدید مهمانان گرامی آقای صافی با شما دلیل بلند رفتن بهای افغانی در برابر دلار آمریکایی چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم رازق یار سب نعمت الله بارگز سب اخروش سب خو برازی ان شاء الله ټولو لیدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم مونږ غوا تاسو پیګو چې افغانستان د اسلامي امارت د حکومت دراتک سره خصوصا په دغه دریم کال کې اکثر خارجی او داخلي کمپنۍ د تامد شوه چې په افغانستان کې سرمایه‌ګزاري وکړي چې مونږ د څو قراردادونو د معدن او برخه کې نور او صنعتي برخه کې چې خلکو ډیر جوازونه اخستي او د سرمه گزارۍ د paramagnetic وړتیا تونه شوې دا یو عامل دی چې په یو ملکي سرمه گزارۍ زپکیږي حتممن مثبت تاثیر لري په کرنسي باندې بشری مرستي کومکو نه روان دي افغانستان ته مونږ ته څو ورچي هغه هم په افغاني قيمت باندې تاثیر شي او د خارج نه هغه زمونږ وطنواله وادوال شغه په خارج کې ژوند لري هغه د خپل کورنۍ لپاره په لوړه کچه 200 300 500 په هر شخص چې د خپل کورنۍ ته پیسې را لګي ډالر را لګي او دی هم تاثیر چول معاملات په ټول افغانستان کې الحمدلله چې اسلامي مردو حکومت راځه را تکسر فیصله شوی چې ټول معاملات تجارتی نه هر څاغه په داخله د دا افغانستان کې باید په با افغانه باندې وشي او د قاچا کو مخنیوي ده چې مونږ به تاثیردل چې د وزیرانو نیولې د خصوصا وکلانو پور یا او پور تجارانو پور په ډیرو برخو کې هغه خلکو به ډالر ديزنه د دبي ته انتقال او کال چا کې نور ملکونو اروپا او نورو ټلکو ته انتقال ول د دې مخني ول شوم د 15 مطلق قوی عوامل لکه الحمدلله روز پر روز باندې د افغانستان د افغاني په قيمت باندې يا د افغاني کرنسي په قيمت باندې مثبت تاثير کوله مرکزی بانک وايي صفاي سبسي د دوه پولي سياساتم د دي لامل سووي چې حداقل د افغاني ارزښت دل ورسي فکر کوي واقعي او اصلي ستراتيجي او پولي سيستاب اسلامي امارات کې د افغاني ارزښت توساتي بالکل ابزو محمد اوزدا خبره ته ایدوم زکه په باز مجلس کې موږ دوی سره کړینو پدې با باندې باسکو یوازی پدې با برخه کې کلب په افغانستان کې تحول لاتو د افغاني قيمت په چوکیدار کې ټاکل کړه <تصفح> او خلقو په 2000 درې زره افغاني یا ډالر به په جيب کې خو په میلیارډونو افغاني دوي په تبادله او سیټي به ورتويلشتو صرافانو باندې کارونه کول د افغاني قيمتونو بدلا سرکوچ مطلق ده باندې دي قاچاکم دغه سوچي قاچاک مطلق کم ده د افغانستان بانک بند کړی دی په داخلك کې کل دالر راځي او د مارکیټ ارزکې او دغه ځنه افغاني خلې مصارف ټول په افغانستان کې په افغاني دي یعنی دا یو میکانیزم چې کم یو او یا پالیسی چې خصوصا د افغانستان بانک جوړ کړی دا مثبت تاثیر کوي ډیر زیات مننه وقای قرشی خو شما ميدانین پس از هز... تحول که در افغانستان به میان آمد باورها بر ای بود که ممکن افغانی ارزش خود را اصلا در برابر دلار آمریکایی از دست به گزارش های فقر نشر می شد بیکاری مثلا در کشور افزایش یافت و چالش های دیگه اقتصادی مثل تحریم نظام بانکی افغانستان بلاک شدن پول افغانستان از طرف آمریکا و قدرت های دیگه این همه عوامل بود که نگرانی ها را بین مردم خلق کرده بود ولی فکر میکنین چی چیز حال باعث شده که افغانی بتونه ثبات خود بسم الله الرحمن الرحیم سلام خدمت شما بیرندگان تلویزیون شما همکاران تان و جناب صافی صاحب و مهمان دیگه شما در بحث ببینین یکی از واقعا دستاوردهای خوب بانک مرکزی افغانستان در رژیم امارت اسلامی یعنی کنترل ارزش پول افغانی در مقابل اثار خارجی خب یکی از لحاظ تکنیکی ما دو نوع پول داریم یکی پول اسمی و حقیقی ای که اگر ما مثلا نظر به امو محاسبات اقتصادی ببینیم یعنی ارزش پول حقیقی افغانی نباید است که امروز که تقریبا 66.5 از در مارکت به او اندازه باشد چرا که ما شاهد مشکلات سیاسی که در افغانستان به وقوع پیوست و بعد از او فعلا امارت اسلامی که دست پنجه نرم میکنن با های سیاسی چرا فراموش نکنید که تمام حرکات سیاسی اثر مستقیم بالای حرکات اقتصادی شما دارد ولی در این باید از با وجود از که پیش بینی میشه که اقتصاد افغانستان تا پایان سال 2025 رکود بیشتر داشته باشه یعنی ما به نام استگنیشن میگیم و در پلوی زی ما این رکود تورمی داریم که یعنی منفی 4.5 است که نرخ تورم بالا خود منفی خود امی دیفلیشن که میگیم <applause> این قسم است که بیکاری زیاد میشه و همچنان امو حرکات اقتصادی آهسته تر شده میره <applause> ولی با بانک مرکزی افغانستان بر علاوه ازی که اونا به بر قسم برنامه گذشته بعض دخالت در مارکت میکردن به حساب آکشن میگه میشه ولی به صورت کل ارزش پول افغانی دوباره تعلق میگیره نظر به عرضه و تقاضا فعلا ما بینیم که تقاضا نظر به عرضه بیشتر است و فراموش نکنیم که در این وقت سال همچنان ما صادرات ما در قسمت حاصلات که بدست دست می توسط داقین ما بیشتر است یعنی نمیال موسم سیب است موسم انار است و دیگر میوه هاست که خارج از افغانستان صادر میشه یعنی داقین ما پول به افغانی جمعوری میکنن یعنی بل. در, در این زمینه چالش جدی وجود داره آقای قریشی اکثر دهاقین صادر نمیکنه فراورده های کشاورزی چون با پاکستان مشکل ایجاد شده در مرز و امین گونه میدانین به ایران و کشورهای آسیای میانه میوه تازه افغانستان صادر نمیشه رکود اقتصادی و تورم را که شما به او اشاره کردین تا سال 2025 ایره اساس چی میگن؟ ای شما فراموش نکنین که اقتصاد افغانستان یک اقتصاد تصنعی بود و تمام امو حرکات اقتصادی ما حساب پیچیده شده بود بالای کمک های خارجی و تقریبا یک لک و هزار نیروی امریکایی که در داخل افغانستان فعالیت داشتن و فراموش نکنید که اینها به لوجستیک بیشتر ضرورت داشتن و ما قبلا تمامش شمی قراردادی هایی بود که مثلا در قسمت خدمات بیشتر ارامه شد و اگر ما تولید ناخالص داخلی را ببینیم از سه بخش تشکیل شده که او عبارت از صنعت است خدمات است و زراعت است که بیشتر در قسمت صنعت سن... کار صورت نگرفته بود در قسمت زراعت کار صورت نگرفته بود یعنی ما یک اقتصاد مصرفی بودیم به این معنا که فقط ما اون خدمات ارائه میکردیم و ما 95 فیصد که ما فکر کنین که اجناس ما خارج از افغانستان میامد یعنی ما اجناس خارجی در دا داخل افغانستان استفاده میکردیم برای جناب صاحب معلوم است که امیال ما تقریبا در سه سال گذشته بیشتر از Uh, 1500 فابریکه دیگه تاسیس شده ما میاله, uh, الحمدلله uh, بیش از uh, 130 قلم دیگه را حساب در داخل خود افغانستان ما uh, تولید میکنیم اینی اینی چیزایی است که بالای اقتصاد افغانستان بسیار زیاد uh, معصر تمام میشه ولی در زمان جمهوریت متاسفانه یعنی uh, نمیگم کارهای صورت نگرفت کارها صورت گرفت ولی متاسفانه در او وقت کاغذ که وجود داشت بیروکریسی که وجود داشت فساد گسترده که وجود داشت شما فرض مثال در او وقت یک سندکار به چی ضرورت داره؟ یک سندکار به زمین ضرورت داره به آب ضرورت داره به سرمایه ضرورت داره تشکر. و به نیاز به کمک به دولت ضرورت داره که وقتی که مثلا صنعت شما بیشتر میشه اونما قدر شما میتونین که پشتیبانی پول افغانی پشتیبانی پول کشور شما می باشه و اما قدر می تونه که مثلا پول افغانی در مارکت بیشتر قوی تر شود خیلی سپاس گزارت من حتما برمیگردیم آقای بارگزای بهتر میدونین که بازارهای افغانستان معمولا بازارهایی است که صادر میشه با او مواد از کشورهای دیگه و معمولا با دلار خریداری میشه مواد و با بازارهای کشور عرضه میشه با وجودی که آله دلار ارزش خود در برابر افغانی از دست داده اما قیمت کاروبار در بازار بلند رفته چرا؟ بسم الله الرحمن الرحیم سلام خدمت شما خدمت صافیس و مهمان دیگه در برنامه هست سلام خواهر سلام خدمت تمام بینندگان عزیز شب همگی بخیر خوش هستم در دا خدمتتون هستم تشکر بدون شک شما خبر دارین در حدود 3 سال میشه که مرسم افغانستان یک کمیسیون مشخص رو تاسیس کرده به نام کمیسیون من احتکار و کنترل که که بدون شک در اوج شورای کابل رول و صدای خود را اجرا میکنه و نماینده های مختلف در وجود داره ادارات مختلف به شمول وزارت محترم صنعت تجارت اتاق های تجارت دیگه نماینده استخبارات به ادارات دیگه امه. و همچنان رؤسای تمام اصنافی که اجناس اونها درج نخنامه است رئیس نفت فروش رئیس نفت تانک تیل دارا رئیس نفت قصابا و تمام چیزایی در دا داخل نخنامه است و مکانیزم کار هم تولی است که نرخ موادی که اکثریت مواد در نفتنامه ما وارداتی است از آرد گرفته روغن گرفته برنج گرفته تیل گاز و همگی از کشور مبدا خریداری میشه مصرف ترانسپورت شدی تا به ترانسپورتی شدی تا افغانستان سرش میایه مسئله مالی و تا زمانی که میرسه به عمده فروش مفاد عمده فروش جمع مفاد پرچم فروش تا میرسه به مستعلق تمام اینا محاسبه میشه و این محاسبه در کمیسیون هم صورت میگیره و نرخ برای یک هفته تعیین میشه که تمام امور امضا میکنه و لازم اجرا است این مکانیزم کلی است که تا برتا گفت درست این حال میایم سر تغییراتی که به وجود اومده در قسمت تعیین نرخ چند چیز صحبت آورده میکنه بدون شک کرنسی یک فاکتور بسیار اساسی و مهم هست که تاثیرگذاری خود را داره در کنارش بعضی مناسبت های کلانی که وجود داره در دنیا مثل جنگ های اخیری که با وجود آمده جنگ اوکراین و روسیه و وارد که مابین ایران اسرائیل است و گپ های <applause> چون از کشورهایی که مثلا ما تیل را خریداری میکنیم یا آرد را خریداری میکنیم درگیر هستند با ای این مناسبت سیاسی اینها هم تأثیر گذاری خود را در کنار کرنسی دارند من امونو برتان میخوایم بگویم ما امروز 39 نرخنامه خود را برای امسال تعیین کردیم و در بازار لازم اجرا هستند تفاوتی که در نرخ آمده حدودا 3 الی 3 است و این در تمام اجناس اعمال شده مثلا تیل پترول 92 را شما خریداری میکنید در حدود 63 تا 64 افغانی تا هفته گذشته فعلا 59 افغانی است گاد را مثلا شما خریداری میکردین 5 کیلو 51 افغانی فعلا 48 افغانی است در آرد و تمام موارد که وجود داره یعنی کاملا تغییراتی که در کرنسی آمده اینجا اجرا شده گاهی وقت مثل پرسال اگه یادتان باشه که مو یا کمی دورتر اول جنگ اوکراین بود حتی در اروپا روغن پیدا نمیشد اما در افغانستان هم روغن قیمتش بالا رفت شکی نیست بعض مناسبت های جهانی است که مدل را تغییر می اما یعنی به از اینکه خوب نرخ ها در بازارهای جهانی بلند میره در افغانستان هم این نرخ ها بلند رفته قطعب. قطعب. اما بس این که خوب دلار ارزش خود در برابر افغانی از دست داده یعنی تاجر به دلار میخره اینجا به افغانی خب باید حداقل یک چیز تغییر تغییر آمده بر ارزانتر... مثال نمونه بر بله. گفتم ارزانتر تیل پیتول 91 را ما در حدود 63 افغانی به فروش می, می... می فعلا شده 59 افغانی یک کیلو گاز بود 51 افغانی فعلا شد 48 افغانی مطلق 3 تا 3 اونیم افغانی که در دا دلار تغییر آمده اونا در تمام نرخ ها اعمال شده اما آرد برنج روغن و اینها نرخش نمونهش از برتان گفتم میتونم. مثلا, مثلا من برتان میگم بگوی. یک بوری آرد بوده 1450 افغانی حال مثلا امروز نرخ 1500 افغانی بوده این من نمونه برتان بگم ما نرخ نامه 38 برتان میگم از افته گذشته ما یک نمونه آرد نداریم در حدود چهار نمونه آرد است آرد خبازی بوده 1800 افغانی آرد مروجی آن بود 1500 افغانی آرد وطنی ما شما بوده 1320 افغانی این سه نمونه آردی که گفتم اما نقنامه ای که امروز تعیین شده کاملا نگه پا او اعمال شده و مطابق با اتفاق افتیده مثلا شما اگه بخوایم ما 1300 افغانی بودن 20 دلار میشه 20000 در 3 افغانی کنی 60 افغانی تغییر در کلش اومده الف تا مثلا براتون نمونه بگویم آرد خبوزی 50 کیلویی مثلا شده روزن 1740 اپونی بیشتر از بود به همین شکل تمامش در داخلش اجرا شده چون ارقام زیاد تا اگر بزن بخوام شاید زیاد شود و این مطابق چقدر عملی میشه اینا رو میم سر بحث عملیش چون یک مکانیزم تعیین نرخنامه است یک چیز می خوام واضح بگویم که شاروالی کابل وظیفه اش پایین نرخ نیست وظیفه تطبیق و کنترل نرخنامه در بازار هست این با هم یکم تفاوت داره یکی نرخ ها تعیین میشه از طرف یک تعیین میشه و شاروالی کابل مینس یک مامور ناظر این نرخنامه رو در بازار اجرا میکنه مکانیزم اجرایی ما در بازار بدون شک در دو ماه اولی که ما نقنامه میدادیم بودن در روز سه سال قبل مشکلات بسیار زیاد را داشت و شکایت بسیار زیاد بود اما فعلا در قدم اول بر تماس 155 در خدمت تمام شهروندا است در قدم دوم در 22 نای شهر کابل ما 22 عملیات تنظیم مارکت ها داریم که گازمه های منظم خود را داره و اونجا رفت آمد خود را داره تمام بازارها را چک میکنه مسئله سوم ما گازمه های نامحسوس داریم و مسئله چهارم گازمه عمومی است که تمام کسایی که شامل کمیسیون هستند به او گازمه میرن و از بازارهای مختلف دید و بازدید داره اینا را شکایتی که بر ما میرسه تنها منحصر به شهروندان نیست حتی او پرچون فروش بر ما شکایت میکنه که تجار کلانی که از جنس خریداری کردم وزیر این شما رو امضا کرده او برای مقامت فروخته تمامش و با او رسیدگی هست. میشه تمام یک شکایت بر ما بیه که ما شکایت کردیم رسیدگی نشد <applause> اینطور موارد بوده بشکل ما په شر مسلې اور در غوفتیم مو 4 نمونه ارت دریم نمونه ها مختلف بوده و اشتباه صورت اخیذ موندل تیر پیس رو دو نمونه تیر پیټرول ما درند د دا داخلي لارنومه مطابق بهش به شکل رسیږي صورت تشکرات من بر میګردم به شما صفایس د افغانې نشټون په بازار کې فکر کوي یو دلیل کې دایسي چې حداقل ډالر د خپل ارزښت لپاره څرګي و سې شکایت دوم د وين دښنه دوم ستاسي په بازار کې په کافي اندازه افغانې نشته ګوري کله مسلې ته وګورو ټول افغانان په داخله افغانستان کې یو وخت او کچا نه افغانی لرلي یا بدغه ماش هغه ست تنخوا به اخستله یا وی دیوځنه او اید لا سره او اتومات باغي صرفه د ډالر به اخستل چې ډالر نه خرابيږي او افغاني خپل د لاس قیمت خپل د لاس ورکی خوشبختانه په افغانستان کې دا یو انگیزه پیدا شو د کچا تا دالر راضی یا زمنګ افغانان چې خارج نه راځي افغانانستان ته یا پیسې لري کې وټمات دوی زی افغانی خلی او پاغه باندې باور لري چې د سبات ورځ پورز باندې خکېږي او د ډالرو قیمت ارزانه کیږي خو څوک ډالر نه خبرمسته اوس مده ده او هم ده په دې کې وڅ تاثیر کړی په دې کې نو هم ده چې عموما افغانانو په دې باندې یو باور پیدا کړ د هر څړې وړې افغاني وخلې یو بل مهمه خبر ده چې مونږ ووي چې ا فزیکی افغانې چې دی دا پدې باندې چې مخکې موږ هم په یوه باس کړو اوس بیا هم په دې باندې یو تره باندې باس کوو او خصوصا د ټولو تجاران او د صنعتکاران او خصوصا دوکاندارانو چې باید مونږه لا کده نورو ملکونو په شکل شکل باندې باید مونږه د بانک کارت ولرو چې نه کریډټ او ډیبیټو کو د خرګو پر ترانسفر کو ټوله پیسې په بانکونو ته لاړ شي په جپون کې نه وي سي په دې کې څو ګټي دي یو زمونږ امنيتي د چې خرګ پیسې وړل او راوړل نه خلاصيږي ټول بانک ته زي دویم ماده چې خپل افغانې جمعکې په ټولو بانکونو کې په بانکونو کې چې کله پیسې جمع کړي د غوې سرمایه وړيږي د ټول ملت پیسې بانک ته زي نه مل... آ... په دې باندې ما د کیږي چې افغانستان کې پر غټو پروژو کې غوې سر مې گذاريو کی درې خبر پی... آ... آ... م خبردار چې آ... fiziki د کال په کال ژوند په بيزيق د خپل هغه اصل د لاسور کوي او د زړېږي به مونږ راټولو وسوځوي افغانستان بانک حکومت وسوي دینه بخلاشه او منظم سیستم و جوړ شو وسلاخ شي پټیر سافټویرونه د په موبایل کې جوړیږي، کاټونو کې جوړیږي، چې کوله شي وړې مامملې غټي مامملې دي نو کې ډېر اسانه چې په دې بایټکار با وشي نو دا به خلکو لپاره یو سہولت وي. خو دا به یو لوی سرمایه‌ګزاري ته مرتي لري چې په با دې باندې واسي اوس افغانان هم دي ته آمدن ندي ټول افغانان چې سیستم دي مثلا بانکي سي الکترونیکی دي سي نور دي fiziki پیسې چې څو خپل جب کې نه ګرځي. ګوري ډېرې مامملې چې دي اغا تجاران، دکانداران او سرم... سرمایه‌داران، سرمایه‌ګزاران دوی ټول مکمل امه کې ديتا بالکل پجیګه سا ته نورو مومی خلق دي نو دغه لور ساته چې د دې لپاره اماده شي او دوی د دې کار واخري استهسته بیا نور مونږ د ولسواله او عام خلکو ته غوي کول شه د استفاده اوس مونږ تاسو ګورو همدا موبایلونه دي 스마트 موبایلونه دي ټول مکمل هر چا سرښتا فیسبوک ګوري ارس ګوري زما یو وخت نه د خپل د ورونه هم د نعمتلانه چې کچیر ته <تصفح> مونږ <تصفح> یواز په دې باندې اتکا وکړو چې مونږ ام نه را ما جوړه کړه او ومه لږ دقته کې مو څنګه د کم د غنا کار اخستل شو سیستم نه کار اخستل شو دا یوازنه په مرکزه کې یوازنه په مرکزی ولایتو کې مونږه ول سوالي یو کوم سرحات او ټول افغانستان د هرچا موبایل ته او داغه ته د دا به دوه سیګچا غپوښ چې نن زت تیر موټر لارمه او زه غو دریکم زه باید په صبح باندې قیمت تل واچوم زه کوړه خلک من سم د فاوټ پکې راغلي دا کوله شی عموما یواز په دې کنټرولم کې چې مونږه غزمیو کو په دې باندې لاړ شي ټول افغانستان دای احساس دا پر شي دغه نرخنامه ده او دین نرخنامه چې هرچا چیرته ما عبد اللمباری په شکایت لې نوښته و چې کا ټولو قیمت پورته وړې قیمت پورته دوړو قیمت پورته مواد خوراکي نفتی غاز هر څه قیمت پورته نو پدې کې و تاسو تلیفون وکاو کم څون به عدالت مراجعه وکړئ اجرات کې دیو یعنی باورم دا چې به هر سهار ولې خبر سي زين مثال دی یو ډېر وړو قیمت څونه ده بالکل سهار به کای دوی لنخنامه چې کله ټاکې دوی دافتي ويرا ما هفته کې سیدې بالکل به ټولو ته ورسي خپله یو خبره ز باز وخت په تجارانو مې تیراس کوم او خصوصا په دکاندارانو دوی مجبورې مجبورم دي دکانداران چې دوی یو شې یو ډالرو قیمت باندي دوی وخت افغاني دخل کو باندي خرسي نرخ ورته وټه کې مثال 15 افغاني یو بوجي وړه نو آلته چې کړه دوی راوړي وسټاک کړي وسي کله چلته په امید نړی په ساته یا خصوصا مرکزی تجارانو تغییر راوړي پکې نو ما هیڅ زنه شم کوله خو کله <سؤال> دلته نو کومې ورته لکه یو څو کوشش کي ترڅو چې نظارت ونيسي دویمه خبر به چې کله په نړی کې قیمت پورته کی کله سفغانی پورته شو او د دکاندار نه ولې تر امدا فروشه پورې تر تجارت پورې تر ټولو معاملاتو کې د قیمتونه پورته کی مې مونږ یو ملي او اسلامي احساسو کو پدې باندي او د خپل ولس پدې باندي فکره کو نو به کولای شو چې ټول نړیي اغه منظمه تطبیق شي او خلکو د په راحلتو نو ورشي اماغه ګټه کله ګوي کډېره وی دوکاندارانو پرچونو او دو تجارانو باید استفاده صف ایکسپټاسو عاملا څور بارلایې په بازار کې ایا فزیکی بازار د فزیکی افغانانو لکمخ سره مخ ده د مثلا منې کنه نېمنه زه فکر نو کوم چې فزیکی افغانۍ سره مخه یعنی ست په کافياندا زه غواړم چې بوای دووسی هیڅ وخت چانه دی ویل چې ما ډالر وړي او ما افغاني پیدا نه کړم په ټوله افغانستان کې الحمدلله ټول مارکیټ کې دانه مونږ جرسلر لپاره خبرو باندې صنعتکاران دي مارکیټینګ کې په ټوله افغانستان کې هیڅ چاونه ویل چې نن په پلان یې ځکه ما د افغاني په ځای باندې ورشه نشته سره او زیاتره کم درته فزیکی ک دکاندار ده کړه افغانستان کونج کونج دی ولایت ته ولسوالي د ټول تفغاني رسیدلی داسې احساس مون تر سره نه دا کړی چې سو کوي شیر افغانی پو مارکت من اینا کمین چالا تا توسط حتما راگردم. آقای قراشی خوب چالش هایی که افغانستان حال عملا با او رو برست شما تحریم سیستم بانکی افغانستان است و امین گونه تحریم هایی که بالای امارت اسلامی وضع شده در افغانستان و امین گونه تحریم هایی که بالای سیستم بازرگانی افغانستان هم وجود داره فکر میکنین اگه این تحریم ها برطرف شود وضعیت افغانی بهترتر از حال نخواهد شد سیستم بانکی افغانستان تذیر است <applause> نظام بانکی افغانستان هیچ کدام تذیرات بالای وجود نداره شما شاهد صدور چندین جوازنامه از طرف وزارت مالی امریکا بودین که جوازنامه 17, 18, 19 و 20 که وقتی که صادر شد اجازه داد برای نادهای غیر مفاداوار که اینجوها بود و همچنان دیگر نادهای بین المللی که اونا دادستاد امرای بانک ها داشته باشند و بانک ها همچنان برشان اجازه داده شد که بتانند که انتقالات پول انجام بتن و بعض افراد میگن که روابط سویفت که یک نتورک بین المللی است به خاطر انتقال پول در افغانستان کار نمی در حال که به شکل نرمال کار می و اون بانکی بانک که در افغانستان وجود دارد نرمال معاملات خود انجام میدن ولی جای شک نیست که دو چیزی که میتونه به اصطلاح مسئولیت منفی داشته باشه اول قطع روابط بانک مرکزی افغانستان که ستون فقرات است و و بالای اقتصاد عناصر اقتصاد کوچک و بزرگ مسئولیت مثبت می داشته باشه فعلا روابطش با تمام بانک های مرکزی دنیا قطع است در قدم دوم ما یک نهاد داریم در داخل بانک مرکزی یک بخشش هست که به نام فنتراکا میگن و او استخبارات واحد مالی هست که او روابطش با اگمون گروپ میگنشه با او از طریق ایمل قبلا وصل بدن که او قطع هسته که اینی میتونه که یک مقدار مسئلیت منفی داشته باشه و در پولوی زید زخایر ارزی ما شما که تقریبا بیش از 9 میلیارد و 250 میلیون دلار میشه که تقریبا نیم میلیارد از این مربوط سکتور خصوصی است که یک مقدار پول از بانک ها میشه و دیگر از دیگر سکتور خصوصی است و متوقعی 7 میلیارد ما که فعلا منجمد شده توسط ایالات متحده امریکا این که در قسمت سیاست پولی افغانستان رول عمده را داشته باشه و از اون خاطر شما ار قدره که زخایر ارزی شما بالاتر باشه و قدر شما که دادو داشته باشه مخصوص در قسمت ارزش پولی افغانی که قبلا نمی روان وجود داشت و در پلوی زی بانک مرکزی یک شعبه دیگه داره به نام شعبه بخش عملیاتی و یا مارکت اپریشن میگن که اونا از این پول در قسمت سرمایه گذاری استفاده میکردن ولی قسم که شما قبلا اشاره کردین یک مقدار طبعا جای شک نیست که ما پول های کونه در مارکت داریم چرا که قبلا سالانه بانک مرکزی حدود 3.5 میلیارد پول جدید وارد گردش در بازار میکرد و در 18 سال گذشته بیش از 333 میلیارد پول جدید وارد بازار ساخته و مکنون کمرای شما مصوبت میکنم نظر به ارزیابی که ما دارم و با اصطلاح یک دیتا سامپلین کردیم تقریبا بیشتر از 280 میلیارد افغانی در مهم. کشور در حالت گردش است تک فعلا بله. نکنیم که چون افغانستان یک کشور با حساب سنتی که بیش از 7 تا 9 فیصد مردم انوزه هم بیشتر دسترسی با سکتور مالی ندارن یعنی تمام داد و افغانستان به شما معلوم است که پول نقد است و اینجا من دیداره که با سرپرست بانک مرکزی قبلا جناب بدری سایب بود ممرایشان داشتم ممرای مسئول نظارت امور مالی دی افغانستان بانک ما داشتم یکی از پیشنهادات ممی بود که این کار به با اصطلاح بانک مرکزی میشه در تمام دنیا ما دیدیم که چگونه مردم به اصطلاح از پول نقد پال میتن حساب داخل یک سیستم به حساب ما به نام فنتک میگیم یا فنانشل تکنولوژی یا فناوری مالی یک اکوسیستم شما ایجاد میکنین که مردم آیست آیست که از پول نقدینگی برند و طرف به اصطلاح الکترونیک شدن یا فناوری امروز شما مثلا در هندوستان برین قبلا عین افغانستان باره با پول نقد کار میکردن امروز اگر بیشتر از 50 هزار کلار هندی بر پول نقد بتین پول شما را نمیگیره میگه به ما چک بتین یا مثلا شما از طریق حسابتان به حساب ما پول انتقال بتین یکی ای که البته اینمی خود چاپ کردن پول و به اصطلاح مندرس شدنش یک مصرف بسیار کلان است با بانک مرکزی از بین میره و در پولی ازی یک بسیار سولت ایجاد میکنه و قبلا شما اشاره کردین که به یک سرمایه گذاری بسیار کلان ضرورت داره ای با سرمایه کلان وجود در وجود نداره معامل در افغانستان دوازده بانک به با, با کلی داریم دولتی و خصوصی همه بانک ها سیستم کور بانکینگ سولوشن میگن که به اصطلاح یک سیستم دارن چیزی که ضرورت دارن فقط این نیست که مردم دسترسی به اینترنت داشته باشه فقط اینترنت داشته باشه و قسم که سافر سایب گفت حالا همگی به حساب یک اندروید دارن یا اپل دارن از طریق که حسابات خونه به حساب باز کنن حتما برمیگردیم به شما آقای قریشی بیننده ادامه برنامه پس از وقفه باشید بیننده ادامه برنامه محور در تولونیوس هستید آقای بارگزای ابتدا میخوایم چیزی که آقای صافی به او اشاره داشتن شما روشنی بندازین میگن که باید آگاهی داده شوه از توزیع نرخنامه ها و شهروندان مثلا هر هفته بدانند که نرخ این قلم مواد امروز در بازار به با این مقدار افغانی است دلیل بخش چی کردیم برای ما قطعا موضوع پیش بین بودیم امروز نرخنامه که امروز فعلا شده به شده ای فعلا پیش تمام دکاندار است چون اونجا رئیس صرف دوکاندار کابل هم دا وجود می باشه رئیس صرف پیشورا ام. می باشه اکثر از کل شان و نخنامه که امروز تایید میشه رئیس صرف را از خود واتساپ گروپ دارن تماس دارن مستقیم روان میکنه بر اونا از صنف مثلا تانک این شکل قصاب این شکل آرت فروش این شکل به شکل پیش میرن و یکی از موضوعاتی که در تمام دکان ها میرن هم شریای عزیز ما که چهار وقت اشیرا میگیم به شکل پیش میریم نخنامه اینا رو بعد تمام دکان دارا داشته باشن نداشتن نخنامه خودش یک تخطی است یعنی در هر دکانی که شما میرین باز یک چیز تکرار میکنه میشه دکرار که موادی که شامل نخنامه هست چون بعضی دوستان مثلا خیلی مواد هم فکر میکنن حکم مشخصی که آمده کمیسیون مشخصی کار میکنه فقط به خاطر مواد اولی هستن و مواد لوکس شامل از اون نمیشه مواد با مواد ما... لوکس هنوز بازار آزاد است بله دیگه خب ما مهمترین بحث بر ما این است که از مجبوریت مردم کسی استفاده نکنه مسئله آرد است روغن است تیل است گاز است برنج است اینا کل شامل نشنامه است و مواد لوکس دیگه که وجود داره مثل میوه خوش که بسیار لوکس است و بس جدا کنه خب میوه لوکس هم اولاد غریب هم اق که بخرید. اولی قیمت اولیه نیست مهمترین بس از نازد. از مجبوریت کسی استفاده نکنه اگر کسی باز کباب نوشتان میکنه نوشتان است بله درست ولی خب یک شکایت دیگه وجود داره و که مثلا نرخ مواد در نقاط مختلف شهر کابل متفاوت است مثلا شما یک چیزی که در شهر نو خرین و در وزیراکبرخان با همو عین قلم مواد مثال در کارتنو نرخش بسیار تفاوت میکنهدر کارتناو یک نرخ هاست در شهر نو نرخ دگه ای موضوع چطور کنترل میکنه در در مثلا ما اولی که نقشنامه شروع شد سه سال پیش بسیار مشکلات زیاد بود ما مجبور بودیم با جدیت کامل برخورد بکنیم اما فعلا تکرار میکنم موادی که شامل نقشنامه است در تمام کابل به یک نرخ باید باشه و هست و کوچکترین شکایتی که در راستا صورت بگیره ما بهش رسیدگی بله یکی خویی که بود یک بیا شکایت بکنه به شما یکی باید نظارت هم شوه از اینکه چقدر عملی میشه مثلا در 22 نایم ما 22 امریت تنظیم ام. مارکت ها هسته و یک ریاست مرکزی و عمومی تنظیم مارکت ها گزم های روزانه خود را رو در بازار دارند باز هم جدا از این گپ گزمه های پنهانی ما هم وجود داره ام. که خود مسئولینی که وجود داره افراد را پیسه میده که برین فلان از فلان جای خریداری بکنین و حتی فیلم برداری میشه یعنی ما یک مکانیزم مشخص به خاطر کسایی که از نخنامه سرپیچی میکنه بر داریم و در در ظلم که وجود داره واضح هست و بعضا خوب مثلا در یک جای کسی کاروبار میکنه دکان داره که اونجا کرای دکانش ارزان است خب میشه او ارزان تر بفروشه ولی مثلا در شهر نو شما میدانید تبیست که کرای دکان بلند است یا در وزیر اکبر خان مثلا مسئله مثل آرد را میخوایم بر تاب بگیم مسئله آرد را هر دوکانی که داره تنها آرد نه فروشه 100 <applause> قلم جنس دیگه هم داره <applause> در دا قسمت مواد اولیه هم فایده برای پرچین فروش و هم برای عمده فروش مد نظر گرفته شده و این نفع میشه بله خپل سپاسګزارات من به شما برمګر دم او یو بل بحث صفایي محترم مطره دا هغه دات چې ولسیوی په دErrorReport کې مونږه حداقل لار په دې کې یو دلیل دات چې مثلا د نرخونو قیمت لوړسوي په درستي کې حداقل په افغانستان کې دلیل دات چې همسایه وو دونه سره مشخصا پاکستان سره د افغانستان د تجارت سیستم ته مشکل پکې سوي او د دلیل سوي چې بلخره د نرخونو د ثابته نه تغییر دب کې راسي او مشخصا لوړ فکر کوي والي پاکستان سره د افغانانو د تجارت مشکل نه حل کوي استاذ جواب تر اعظم خو یو <خر> غوټه هم نارم په شنادت کوم <كو> زکر <خر> شړوالي مسله نهسته کومو تجارت <خر> او <SL if kö SAT> دکاندار ته نخنامه ورکوچتا ځین سرغړونه کوي جرمانه کوي <کی كي> نو هغه کدا لشه چې په مارکیټ کې خبر شي چې و نمایندره غلې د شروالۍ اغه خپل نرخنامه تطبیقې مونږ څنګه کوله چې خپل افغان مستهلك چې هغه مارکیټ ترزی هر افغان او د خریداري کې هغه ذهن ته دغه فکر ته د نرخنامه ورورسه چې هغه کلم مارکیټ ترزی خپل نرخونه چک کې او غزه کې قیمت وانه خریدار ډیره مهمه خبر ده زکه زو باخنه غواړم په مارکیټینګ کې اسونو مونږ په دې باندې ډیر کار کو چې څنګه کوله چې عام خلکو خپل پروډکټ ورسو همداغاسي نرخنامه یو ځ دکاندار ته یو شبکې ورکه چاپه کړی مګر خلک راضي نه خړي خپل قیمت دي ولیک چې ته غو مستهلک چې راضي خریداري کې هغه ډیر مهم دي دویم سوال بل دي مخکې دینز دمو سوال تاسو ورکه پردي سي د اندېخنې ته د تاسو ورکه سه زو در کې به ان شاء الله په باسو دغه نوې نرخنامه چې نن وټاکل <سؤال> سو <سؤال> دکاندار <سؤال> باید وولري دا یو پزره رقم او مختلف ویدګان مأمورته جوړ کړې بل د خپل د کابل ښاروالي ټوئیټر دی فیسبوک دی همدارنګ پدې کې مليت مليتري د مورتر فرام کار دی او ساس سارنه خبرونه هم د نرخونه خلکو ته اعلانوي یعنی هر لاره چې خلکو ته پیغام ورسی موږ مورس په لاس کې لرو او بیا تکراروم یو اساسي موضوع ده د کل ستاسو دکان ته زی دا دکاندار باید اپډیټ نخنمه ولر کې ونه د خپل جرم دی او هاتی اقل داول ځل دफार 200 د 200 نه مقصد کې چې بلوار به داسې نه او 200 دफार د یو دپارټمنټ دکان مو لکې د 300 دफार د 300 دی او تلرند دफार دوی مستحکمانه غو مشاحت ادي او قضايي ارګانونه ته معرفي کې او فسل هاوس د قضې لر صحیح مننه مېروونی صفایسته تجارت مزومنګ دام سايګانو سره خصوصا مونږ چې مواد خوراکه د غو نه خل او یا نور مواد غن اخلو آ, مشکل راز یو زمون په داخل کې مشکل دی یو زمونګه د قیمتونو کې عمومي مشکل د انټرنیشنل مارکیټ کې خطر پورته کی یو د غوې سره معاملات زمونګه په دې کې بعض وختونه مثال پاکستان آم, آ, آ, پا 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 هم د غې سره زمونګه وسلار بند ده پهګه کې په صلحاو کانټ이너 تروس پور ولر دی زمونګه په صادراتو باندې د افغانستان هم یو سمې فی تاثیر کړي هم د په داخل کې چې کم سره کونه جوړی په داخل کې وس مثال په او وبخه په sqlalchemy کې پاغه باندې کار شروع دي ځکه چې د سې مینه نه چې کوم واردات افغانستان تراسي په دې ځکه نو باز به نور خلونه جګیږي ځکه لارې او قیمتونې <متحدث> د ترانسپورت او خصوصا وخت او زمان دا ډیر تيريږي په دې باندې خدا به ماقته ان شاء الله یو کال کې به دا به پوره شي نو دا زمونږ په مارکیټ باندې تاثیر چا حتمانه خو عین د خریداري مده چکېلا اوس مثال د وزبکستان ډیر خلکو خریداری کوي یو میاشت تقریبا 13 تر نه راځه افغانستان ته راځان نه راځه بعضي مو تخنیکی مشکلاتو نو دا هم تاثیر کوي قیمتونه هم هم دغه بعض وخت معاملات هم دادي نو دا تقریبا یو څه تاثیر کوي عموما دا تاثیر نشکوي بلې اوس اضافه سبا فوانستاني وردته واد کنه دموتیه دي کی مثلا مونګوی س پاکستان سره د مون تجارت کی مشکل ست پر ورک ورکر کی دا اوس کوی د افغانستان د انګورو د منو د انار او د دو فصل د نیمه فسل د یونټرکورۍ مطلقه پاکستان لارو پیبندکړې ټاکسي پیبندېږي کله افغانان نس کېولای چې د خپل دغه سوداګریزي دغه د ده قانون توکي ورولې کی ولی نس کېولای مونږه یوه د واه ودون دووله نس کېولای چې دغه ستونزې ریشې حل کی بالکل دا ډیره مهمه خبره ده په تیر حکومت کې هم په د باندې مونږ بس کاو په اوس حکومت کې هم باز وخت بس کاو چې مونږ باید کله ز مونږ د افغانستان سیزن د صادراتو او خصوصا د تازمې او کاوچ میوه دی یا نور برخه دا کول شیو مش دومشت موږ ټال <سؤال> کو دا غنه ورثه صادق کمار کړي ورسو کا غنړیوال مارکیټو کا پاکستان وی ولی <سؤال> تازه میوه کا غنګور دی مهمه زمونږ د پاره ترکارۍ زمونږ د پاره مهمه ده ترغیج زمونږ سیزن راځي بای زمونږه حکومت دا غوي سر خبري وکي یو دا غي سره مکمل او یو فصلی ته ورسیږي او دوی د خپل د داخلي مارکیټ د پاره چې پاکستان زموږ د پاره ډیر نس دي مارکیټ دی د پاکستان بخواې چې هندستان زموږ د پاره ډیر غټ مارکیټ دی چې څنګه کولی شو چې دا سر مسایل مو مخ کې حل کو خوبیام پاکستان وزا سیاسي یا امنيتي يا په خبره په داخلي کې د دوی اقتصادي وزا د تاثير نه <تصفح> شي چې د سیکل دوی اعلان وکړي چې موږ تاسو ته پورته کړم تايمې فوچتا ستره پورته کوي او په هغه مولو ساده وارد په پا خپل پاکستان ته واردات باندی چې تاسو وکول شي زړه قرضې ورکه یا ټکسونه پورته کوي دا واملو خو مهمه خبره ده دوی دا د کچې ته زہ چې څومره د پاکستان تر لیاسو کوم مخکیم با سونه کړی وسم با سونه ورسره لرم زما په ان باندې کا 100 روپے مونږ ته تاوان راځي 100 روپے وڅغو ته تاوان راځي زمونږ د ایران سره په دچا خبره په ملیون ډالر تجارتونو نن میلیارډونو ته ورسیدل پاکستان سره زمونږ میلیارډونو ډالر تجارتو دا ملیونونو ته ورسیدل د پخپله یوانګیزه او د خپل د اول اضافه سبغوري تجارت کې دا ګټه نه د 300 روپے مو ګټه تاوانو کله 100 روپے تا تو نوکه سره م سرویس د غټنه د غټ داو ته 130 روپے ته غټو کې 130 روپے ز غټو کوم ولی موږ نوڅ کوی دغه د تفوم ز به پیدا کو پاکستان ګوري دلته مخک حکومت کې یا مون په اسلام اباد کې هم کانفرنسونه کې ناستي د افغان او یا پاک افغان د اوتاخ دغه په کانفرنسونه کې په مجلس کې هم ناستي چې دلته مشرانی دي محمد ادا چې تاسو سره خپل امسایه مملکت څومره تعامل کوي سره کم تجارت د خپل او د اغید ملګټو ته احترام ولري امارات <applause> اسلامی نظام مننه کوم زه دا خبر په هر ځای کوم چې دوی ورته وړاندې نه کوي ول چې ونه منل شو می منې تاسو دوی په بديل لار باندې کار کوي تاسو چې ملابراتر کراچي کې کرا زمون کنټ이너 وړولې ملابراتر چې د کمیسیون اقتصادي مشره او خصوصا وزیر صحه صنعت او تجارت چې دوی لاره د ایران سره په اغېباندي خبرو کې وښه په چا به هر باندې کار کې چې څنګه کوله چې د هندستان سره مونږه مستقيمانه تجارت وکړو بهر د لاره چې تجارت وکړو آسیای ميناتا یا نور زینو کې تقریبا یو څو مارکیټ د خلکو لپاره پیدا شو د هراتانو لاره خوش شله په دې باندې کار وشي تا تاسو ګوري چې په هر ورځ کې مونږ ته لیسره چې سل 200 کنټ이너 افغانستان ته داخلي دي د هلي ځل چې په دل کې راځي د لاره دي اکثریت ورودی ټیلروب شکلته نه استفاده کوي مثلا تاسو <applause> د اوس د اوسو ځای روس ته د غوخ پرواننه لار سې یو مارکیټ ته یوه منډه افغانستان د دغان انګور په 50 افغاني خستنه نه نه مده زه نه مده چې هغه واردات او به هغه صادرات چې باید زمغه د ملوونه نیولې د میوه او ترکارې په دی وخت کې ډېر مهمند زمونږ د نړۍ او پاکستان زمونږ د لپاره ډېر نس دي مارکیټ دی د دې هیڅ وخت ته قابلیت مونږ پیدا کوله مونږ دانش کول چې د پاکستانو بدل کې بل مارکیټ پیدا کو پاکستان خپل خصوصیت د افغانستان د مارکیټ پر لري او دی سره سره هندستان خو چې مشکل لا شي بیا بس کې ورسره حمداده <اهم> چې نو غواړي چې هغه د افغانستان سره تجارت وکوس تاسو لاشه په دجامنا چروزی یا خیمه والده د باړچینار خلکو یا خیمه والده ټول حکومت هیڅ لاس کسه په کلنشته دی ورې پاغیزه کله را باندې کړې زمون کنټینر پلمول دی دی پلمول دی خو یې بهانه ده بهانه ده دا بهانه ده چې مونږ باندې سیاسي فشار مو حکومت باندې سیاسي فشار راوړي خو سالحمدل عظمه فکر کوم چې د دې لپاره هم د پاکستان سره خبر روان تاسو ل چې په هرات کې په پاکستان سفیرونه ما په خیل باندې او د والی سره کیناسته واغې ولې چې مونږ په ټولو میوې باندې تعریف کړه دي او مونږ لار ورکړه ده خو ولې دانه دي چې وازه په تور خام باندې مونږه اموال دي مونږه اموال په کندهار باندې او په دینور او لارو خوست او ګردیز په دې باندې روان دي په اسلام آباد کې خرڅېږي دا وسم راشي ګور په خبره ما سفر نه راو ده په اسلام آباد کې د افغاني انګور شته دي سیب شته دي انار شته دي دا څنګه روان دي ورته خو ولې په هغه چې منظم لا شي هغه کې بالکل هم درسته آقای قراشی ما میخوایم به این مسئله شما هم اشاره بکنین چطور میشه که خوب حداقل با همین همسایه ها افغانستان در تجارتش رابطی خوب داشته باشه و تجارت بین افغانستان و این کشورها به شکل نرمالش به پیش بره چون در گزارش ما داشتیم که امید تنش در تجارت باعث ازی شده تا قیمت مواد مختلف در بازارهای افغانستان بلند بره و ایر زیانش غریب ترین مردم افغانستان میپردازد خب شما فراموش نکنید که قیمت ها نه تنها به خاطر تنش هایی که مثلا ما با کشور به خصوص با کشور همسایه شرقی خود پاکستان داریم مردم یعنی کسایی که صد قدرت خلیجشون پایین است اونا را آسیب پذیر میرسانه بلکه تنش های اخیر به خصوص بعد از مرض کرونا و همچنان خشکسالی هایی که نه تنها در افغانستان در دگه کشور کشورها به وقوع پیوست و همچنان جنگ روسیه و اوکراین که منجر به افزایش تقریبا 37 اشاریه یک دلار قیمت نفت خام <تصفيق> <تصفيق> مشا که WTI میگه میشه که 52.3 درصد در صد افزایش پیدا کرد و 41.9 اشاری 9 دلار قیمت نفت خام برند و 56 درصد در افزایش پیدا کرد شما میفهمین که تمام انتقالات که صورت میگیره در دنیا چی از رای زمین باشه چی از رای هوا باشه شما برای مواد سوخ ضرورت دارین نیکور انتقال بتا این وقتی که قیمت به این اندازه بالا میره متشبس مجبور است که مسئول کنه و بالای جنس به حساب قیمت یا مصرف باید پرته. و در پولوی درگیری که بین اوکراین و همچنان روسیه ادامه پیدا کرد یک بوران جانی غذا را با وجود آورد چرا که فراموش نکنیم که دو کشور حدود سی درصد از عرضه جهانی گندم و جو و و حساب روغن افتا و پرست اینا به اصطلاح ارزه می و بیشتر صادرات از اینا به کشورهای افریقایی و کشورهای آسیایی بوده که افغانستان همچنان ما بیشتر به اصطلاح ما واردات داریم مثلا از روسیه از اوکراین یا مثلا از کشورهای آسیای مرکزی و در پلوی زی وقتی که شما تعاملات سیاسی تان با هر کشور خوب نمی باشه او مستقیما بالای تعاملات تجارتی و اقتصادی شما مسئلیت منفی را میگذاره و به این شکل نیست که مثلا ما قراردادهای تجارتی را مثلا با کشور همسایه خود یا شرقی پاکستان نداریم قسم که صاحب اشاره کردن ما تقریبا بزرگترین بزنس پارتنر ما قبلا پاکستان بود بعد از او هندوستان سوام و همچنان و ما مثلا قرارداد ابتاره که در سال 2010 با اونا امضا کردیم ولی برعکس متاسفانه اونا بنادر را که افغانستان بیشتر تاجرای ما جنس خود وارد میکردن صادر میکردن و خصوص مثلا ترخم یا بندر کراچی که ما استفاده میکردیم اونا تعرف های گمرکی رو به هزار فیصد بالاتر بردن وقتی که ف... وقت صادرات ما میباشه اونا مشکلات به ما ایجاد میکنن ولی ما در پلوی زی شاهد ازی بودیم که آیست آیسته ما اکتفای خود از کشور پاکستان کمتر ساختیم و باید از در گزینی بزنس به مشکل شکل باشه شما هیچ نه. وقت نباید از که بالای یک سپلایر یا ام. کسی که بر شما امرای تجارت دارین باید سه کنین چرا از لحاظ بزنسی خودش خطر است بله, باید بله، که... آقای قراشی، بله. اصلی ترین چالش ای است که درست از در صادرات ما مشکل ما کم شده مثلا ما تانستیم ها بازارهای بدیل را پیدا بکنیم راه بدیل را پیدا بکنیم با یکی هم قیمت تر است اما در واردات می عملا افغان ها با مشکل جدی رو هستند هستن ایری چطور باید حل بکنیم؟ خب واردات ما میتونیم که از کشورهای دیگه مانند آسیای مرکزی با اونا مثلا داد ستوت داشته باشه متاسفانه کشور ایران یک گزینه بسیار خوب است ولی نظر به تذیرات که بالای ازیا وجود داره و متشبستین ما یا تاجرای ما به آلت عادی نمیتونه امراه از اونا کار کنن شما ضرورت به معاملات مالی دارین که یعنی پول انتقال بتین و بانک ها بیشتر به خاطر تحذیراتی کار نمی غیر از اینکه از چینل های غیر رسمی از طریق اوالای ما ادامه بتین. ما شاید ازی هستیم که به شکل غیر رسمی تجارت ما همراه ایران بیشتر شده نظر به پاکستان و ما قسم که ما اشاره کردم ما گزینه دیگه ما کشورهای آسیای مرکزی است که ما در سه سال گذشته شاهد روابط بسیار حسنه و شاهد نشست های متعدد امارات اسلامی با سران آسیای مرکزی و مر... تشکر از خاطر ما بله. مثلا یکی از وزرای از این کشورها رو دیدیم داخل افغانستان آمد یا مثلا پروژه تاپیک افتتاح شد چند هفته قبل یعنی این گزینه‌ها ما میتونیم از اون استفاده کنیم درست ان شاء الله با جنبندی حتما باش شما برمیگردیم آقای بورگز در گذشته یک چالش که افغان ها با بر رو بودن بس احتکار بود با. چی کردین برای جلوگیری از احتکار و عملا برنامه‌های شهرداری در این زمینه چی است سپاس بدون شک نام کمیشون مشخص است کمیسیون کنترل خیام و من احتکار ام. بحث اساسی از زمانی خصوصا مواد اولیه ما هر هفته جلسه داریم هر هفته موضوع دیده میشه هر هفته برای صورت میگیره مستقیم جلو احتکارم گرفتم میشه ام. چون هر هفته ما به میدان نرخنامه یک هفته ای ساختیم چون وای بخش ما میدانن اینطور امکان شده در افغانستان که صبح نرخ دلار یک چیز بود چاش دیگه شب دوباره به نرخ صوب بوده ام. و این جنب پای که ایجاد میشه را ما نمیتونیم شامل کمیشن بکنیم و شامل نرخنامه بکنیم چون جنسی است که وارد میشه به خاطر تمام تجارای کلان یا رئیس های اصلا مثلا رئیس فارس روش ها همیجه هست برای ما مشخص است که چقدر آرت این هفته وارد شده و یک بسیار واضح است و این تجارت روان است زمانی این کار صورت میگیره آقای صافی از ما کردیم موضوع رو بهتر میدانه که ما مسئله اتحادیه ها رو به طوری داشته باشیم که پیش روی بازار آزاد و نو بگیره یعنی <تصف> برای بازار آزاد موجودیت اتحادیه خودش میتونه زهر باشه اگر به شکلی باشه که اینا با خود پیش خود بیشتر و که بکنن که ای را به این نرخ بالاتر یا کمتر از نمیتیم یا پیش خود ای را جمعوری بکنن وقتی که ای به شکل متواتر جریان داره و هر ماه هر هفته خریداری نو صورت میگیره از طرف تجار مختلفی که باز هم میرایس که میشونه که مربوط هر جنس میشه هم وجود داره مستقیم پیش روی این موضوع رو میگیره و یک مورد دیگه خب در دنیای دیگه نرخ اکثر مواد مثلا مشخص است شما اشاره کردین سی چند قلم یا بیشتر از اوره گفتین امه. که بلد. نرخ نامه شما توزیع میکنین چرا نرخ هر چیز باید ثابت نباشه در افغانستان و مشخصا در شهر کابل امه. چیزی که مسئولیت برای شهرولی کابل میگرده و حکم مشخصی که آمده صرف نرخ مواد اولی است که همین چون قلمی است که شامل نرخ میشه در مورد دیگه نقش نداره در مورد دیگه برای ما کدام مشخص موضوع خاصی نامده و کمیشون هم دمی باره کار میکنه ما مشخص در باره ما پاسخ خوب هستیم و با موضوع پیگیری میکنیم. و خب می قبول میکنین که خوب است نرخ هر چیز مشخص باشه این بحث کلان است چون در اینجا بخواین نخواین وزارت محترم صنعت تجارت اتاقای تجارت و بسیار وزارت دیگه پایشان دخیل میشه که مطابق از و اگر خوسن مسله د واکه یو مسله بسیار اساسي و موي مذهب ته له هر شي مصاوب نرخ بيشبرن مثال علي مش بله پم د مراد ګټ اوس څوې صفايسه ولی اوس حدا قل اسلامي مراد دي ته پام نه کوي چې هر شي نرخ دي ثابت هي نه به مثلا هغه چا ته احتكار کوي غته به ورور ور کول کیږي چې غد په خلکو باندې ظلم کوي يا بل هر څوک چې غوړي ډيره ګټه ترلاسه کوي خو په بل چا دي ظلم کوي ګوري دلته دوا خبري ده داو ده احتکار مساله دا چاغ الحمدلله کنټرول شوی دا په افغانستان کې څه فکر ونوم کوم چې غوی واسطې د نه استفادہ وکړي تر ځمانه نټر شو او سپیږی په دې باندې چې به جرمانې کېګم به ګودامې بنديګي جواز می بنديګي مشکلات پیدا کیګنو دا احتکار نه کې ورځې مره په خپل مارکیټ کې تولیدات خرڅوي او کله ګټې وکړي دا هم ثابت قیمت هیڅ وخت په افغانستان کې نشکاله سبوت قیمته په حقیقت کو چې مونږ مثال د نفټ په برخه کې مونږ داخیل د افغانستان کې تولیدولر او واقع ته د افغاني قیمت وټه یعني غرسې تولید او خرڅاو په بازار کې غم د خپل یغ خپل وسی همدغه سمواد غذایی که وليدي که اوليدي که نور شاندې مواد خوراک چې مونږ په داخیل د افغانستان کې خود کفای شوو نو مونږ کولی شو به ثابت قیمت ورته ورکو نو نور چې کچیرته صادرات کوو په صادراتی ریټونو باندې نور دنیا ته ورکو نو دا نشو کولی ځکه زما په دوا یو انټرنیشنل مارکیټ دی دغه پوری تړلی استو دوام د ډالر قیمت ته ځکه ونګه ټول والیدات راو افغانستان ته دغه پور ترلی استو نه شکه ولې صاحب القيمه ورکو هم دا سبب وي کله بختکیږي او کله پورته کیږي لکه فرقونه وب کې راځي نو دا نه شکه ولې بله اوس د ډالرو نرخ ته کړو او باسر ټول کوپیږي هداقل په سیمه کې افغانۍ یوازینی پیسې دي چې خپل ارزښت ساتلای او رس پرز د ډالر په مقابل کې لاپسي ارزښت زیاتیږي څوبای دوه کې د اسلامي امارات مسولیتونه چې دي څنګه کې دایسي د ارزښت لاپسي ډیر سي د ډالر په وړاندې ګوري سرمایګزارې ته نوی پارا سیستم دی زوږستو یو بل زیاته درکو چته تقریبا آ... چې دا 2 3 کال از مونږه صنعتکاران چې په سره هو کسانو جوازونه لري په کرایې زویو کې په داخل د کابل کې په ولایتو کې او دوی د دو پاره منتظر د دو دوی د تزمک ورکړ شي تاسو لې چا بلش په وزارت محترمه ادلي اغه اعلان وکړي اغه پرمان توشیشو اعلان شو جوړ شو او دوی په فرمان او دوی میکانیزم یا د دې قانون مطابق به خلق تزمک ورکول کې چې نن مونږه هم په خپل ټولنه آ... کې په باندې بسلرو دي ا دغه سوال چې تقریبا 3000 کسان په ټول ولایت کې د څومره معلوماته خسته دوی اپلای کړی د افغانستان په ارزمکه واخلې او دوی سره مې گزارې شروع کړي د په خپل سرمایه‌ګواری تولید no. چې وس مونږه دا و چې 2 میلیارډ ډالر مونږ ته څه کم صادرات لرو ولی 9 میلیارډ کې 6 میلیارډ مونږ واردات لرو دغه استه یو منظم درې ظرف فابریکې په افغانستان کې جوړ شي د زمونږ دستي وارداتو کې په مثبت ډول باندې یو یو کمخرازي کله چې کمخرازي په سی په پا افغانستان کې کی پیدا کیږي د خلکو لپاره قرضې نه برابرېږي او زمونږ اثر به نورم قیمت کېګ یو د قیمت د دا ډالر په مقابل کې پورټګیزه مونږ د تولید طرف ته ځو مونږ د سرمایه‌ګزاري طرف ته ځو نو دا مهمه ده په دې باندې چې امارات اسلامی پدیباندي نورم فکر وکړو کېد سرمایه‌ګزاري د پاره خاصه داخلي خارجانه لپاره دا <تصفح> په دې باندې کار وکړي کانفرنسونه جوړ کوو داوته کو افغانان د ټوله نړۍ نه نه چې په ټوله نړۍ کې افغانان سرمایداران شته ک دوبه تلاشه کې ترکه تلاشه کې نړۍ په کم ملک تاسو ګوري افغانان شته دوی ته څنګه غيغه خلاص کوو راش په افغانستان کې خپل ملي او اسلامي مسولیت او په دقیق وخت کې افغانستان د فقر سره خلک مختی دوی ته لاس ور کوو دوی ته د کار زمينه برابر کوو په شل کلو کې په خیرات باندې د خلک نه دوی کې اغه د دوی لپاره کم کم مکو شو او نه کم دوی نتیجه ورکړه او مکراته خولل کیند تر دې پورې چې خلکو ته لاس جوړې ورکولې نه مون وای چې افغانان هغه تاریخي له هڅه چې سوالګر نه لې سوال نه په اخلاصي او دوی په خپل موټو ځان د لپاره کارو کې په خپل خپو باندې ودري او نړي به ز تاسو موږ د چکم شي خدا پاک په افغانستان کې زیربنا راکړې موقعي راکړې استعدادي راکړې خلکو ته او استعدادونو ورکړل <سؤال> سرمایو ورکړل کپدي باندې مونږ سمو نظم کاروکو هم سايګانو مونږ ډیر مخکې تلل شو او او خو افغانستان اقتصادي افغانستان او د نړۍ د کارګرام د پراب افغانستان یو مارکیټ ته خلک مزدورې او دغه د تحریمو په برخه کې باید امارات لک ته توجه کیږي چې نړۍ سره دی باید دامل منځورل سي دم کول سي مرسته وکړي د افغانستان د اوسنی وضعیت دخه کې دو په برخه که هم درنګ د افغانې او د ارزښت په لورې دوکې مخکې په با سمو شو او قریش صاحب هم په دې باندې باسو کو غوښته استایم که چیرته زمونږ د غختنه زمونږ د اسلامي اماراته <applause> ځوازم مونږه او تاسو سید بالکل د شریعت نه یو نقطه نه تیرول نه نړي سره تعامل دا ډېر مهم دي ځکه مونږ د اسیا په زړه کې یو شو خو ځمږه ملکونه دي نور ملکونه نړي سره کچیر ته غیر منظم تعامل وشي او بعضي برخو کې مالګې ام امکانات برابر شي ځکه فکر کوم چې زمونږه پرسمه ته حکومت په ځانګرشي او زمونږه په سیسټم فريز دی د کانګل نخلاص شي تاسو به وګورئ چې په سالوي خفغانی به 1 ډالر وسی دا ټول ملت دغه څه په وډیرو که اسلامی اسلامي چه کار او و یعنی زه په دې متيقنم چې په بندیزونو کې چې یا سرمایه د افغانستان فریز ده مونږ مثبت رواني که چیرې دغه امکانات برابر شي نو ډیر هم مثبت لرل کوتاتر شما هم کمتر از دو دقیقه فرصت داریم در مورد برنامه های شهرداری برای کنترل نرخ ها مخصوصا که حال زمستان را در پیش رو داریم نرخ چوب از حال بلند رفته و شهروندا شکایت داره همین گونه نرخ مواد سوختی دیگر چی میکنه سپاس تشکر بحث اساسی است که شارولی کابل با اساس صحبت هایی که پیشتر داشتیم در قسمت کنترل نرخ و وظایفی که برش رسما سپرده شده با جدیت کامل به پیش میره امه. میمانه مسئله نرخ چوب نرخ چوب قطعا شامل نرخ ما و در این راستا بر ما هدایت خاصی هم نامد اما در قسمت زغال سنگ باید بگیم براتان که ما منتظر هدایت همه ساله هستیم انشالله امکان داره که امسال هم ما زغال سنگ با نرخ دولتی داشته باشیم تا زمستان بتانیم با همشاری عزیز ما کمک بکنیم. بله و برای کنترل نرخ های مواد اولیه دیگه برنامه های مشخص تر چی است برای زی که بیشتر بتانین حاکم بازار باشه بحث اساسی است که کمیشون وقتی کار خود را انجام میده بیشتر صافیت بیاد یادآور شد که تمام مواردی که در نرخ وجود داره مطلق وارداتی هست و وقتی که وارداتی است سیستم به شکل از شما نرخ بازار جهانی را جمع ترانسپورتیشن که میایه جمع مالی که سرش می آید و جمع فایده پرچون فروش و فروش باید محاسبه شود برای مردم موضوع رسانده شود و نرخ تعیین شود ان شاء الله وقتی که ده تا ده قلمش ما شما به خود کفایی برسیم قطعا نرخ ثابت بر خیلی سپاسگزار حضورتان میرسیم با پایان محور شب بر همه شما خوش